میشه که از لحاظ شرعی فشرده توضیح بدم که تمکین چیز و چند نوع است و هر کدام به چه معنی است؟ عرض سلام و احترام خدمت شما و خدمت مهمان عزیزتان و همه بینندگان و شنوندگانتان. خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله. در ارتباط به قضیه تمکین باید گفت که تمکین از نظر لغوی به معنای متعددی آمده، به معنای الزام، به معنای اجبار، به معنای سلطه و اختیار. و از نظر فقهی اگر تعریف کنیم، در اصطلاح تمکین عبارت از اطاعت زن شوهر هست به صورت عام، و اگر به معنای خاص تعریف کنیم، تمکین خاص یعنی همون روابط زن و شوهر در بین زن و شوهر هست. و در خود قرآن عظیم الشان واژه تمکین تقریبا یعنی 18 مرتبه تکرار شده، به سیاق‌های مختلف و آیات مختلفی آمده، الذين امكنناهم في الارض ولقد مكنناكم في الارض، و آیات متعددی الله تبارک و تعالی به صورت‌های مختلفی این واژه را برای ما بیان کرده. و الله سبحانه و تعالی برای بندگانش نعمت‌های متعددی داده، برای بعضی ها عقل بیشتری، برای بعضی ها مال بیشتری، برای بعضی ها تمکین بیشتری، برای بعضی ها قدرتی بیشتری داده. بنابراین همه بشریت نیاز به تمکین، اگر به معنای اطاعت بگیریم یا مدیریت بگیریم، همه ما ضرورت داریم. اگر تمکینی نباشه در کره زمین، نظم جهانی به هم میخورد. و همه خاطر در اسلام هم که نظام خانواده یا تشکیل خانواده در حقیقت یک شهر کوچک یا یک مدیریت کوچک است، ضرورت به قضیه تمکین داره که باید در او صورت بگیره. و اگر کسی بیا اعتراض بکنه، بگه خب در اینجا زن و شوهر هر دو مسئول خانواده هستن و خب چی فرقی میکنه، ضرور به این قضیه نیست. من یک مثال رو برتان بدم به خاطر قضیه واضح تر بشه. شما اگر در یک صنف درسی مد نظر بگیرین، یا یک دانشگاه یا یک مکتب رو مد نظر بگیرین، یک مدرسه رو مد نظر بگیرین، شاید در اونجا شاگردایی باشه به مراتب لایق‌تر و فهمیده‌تر از مدیری اونجا باشن. ولیکن اگر قرار به این باشه که همه مدیر باشن، خب نظم به هم میخوره. بنابراین مدیری ضرورت در جای باشه به خاطر ایجاد نظمی بهتر، به خاطر به اصطلاح تنظیم بهتر امور. به همه خاطر در اسلام عزیزم و در بود خانواده و تشکیل خانواده، قضیه به اصطلاح تحت عنوان تمکین مطرح شده. و گرچه که ما در فقه اسلامی و در آیات و روایات ایره به نام بحث اطاعت داریم، اطاعت زن شوهر و یا به اصطلاح اطاعت اعضای خانواده از بزرگ خانواده است. ما چون شما قضیه تمکین مطرح کردین، به مخاطر من نظریاتی که بود در ارتباط خدمتتان بیان کردم. و خصوصا اگر در مورد تمکین خاص بودیم آقای قاضی زاده، که آیا تنها زن ملزم است که از این تمکین پیروی بکنه و اطاعت بکنه؟ ببینید، در اینجا داری برداشت غلط است. من فکر میکنم بسیاری از افراد تصور و برداشت غلطی دارن، یعنی را بردن این تمکین منحصر تنها به زن ساختن، گفتن که فقط زن باید از شوهر اطاعت بکنه و خلاص. در تمکین خاص بحث روابط زن و شوهری مطرح است، مثال همبستری بین زن و شوهر مطرح است. و ما در قرآن و در روایات چنین چیزی نداریم که تنها فقط زن مأمور است، نه بلکه شوهرش هم مأمور است. ما حتی در روایاتی داریم که تأکید شده باید بخصوص در قضیه همبستری یا قضیه جماع یا قضیه روابط زن و شوهری برای زن توجه بیشتر صورت بگیره و حق اولویت داده بشه برای زن. و الله سبحانه و تعالی در قرآن بسیار مثال زیبایی رو بیان کرده به ما: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زن را گفته لباس مرد، مرد را گفته لباس زن هست. و ای که چرا اسلام اینها را تشبیه به لباس کرده، در اینجا هم نکته است که باید تذکر داده بشه. و تعریف های مختلفی داره، به خاطر ازی از حکمت های مختلفی داره. همونطوری که لباس در وجود مرد یا زن زیبا هست، ای زن و مرد برای همدیگر زیبا هستند. همونطوری که لباس دفع کننده سردی و جلب کننده گرمی هست، این زن و مرد با همدیگر همون خاصیت دارن. همونطوری که لباس پوشانده عورت است، زن و مرد نسبت به هم دیگر همون خاصیت دارن. همونطوری که لباس باید به اندازه وجود انسان باشه، زن و مرد هم باید از نظر سطح علم و دانش و فکر و به اصطلاح یعنی همون بحث کف است در اسلام، با هم دیگر تقریبا یعنی به تعبیر ما و شما همخوانی داشته باشن در وقتی که تشکیل خانواده و ازدواج میدن. بنابراین بحث تمکین خاص هم این قضیه وجود دو انسان است، یعنی هر دو طرف شهوت دارن، هر دو طرف نیاز دارن، هر دو طرف ضرورت به قضیه دارن. بنابراین تنها قضیه یک طرفه نیست،
این برداشت برداشت کاملا غلط و اشتباه است. اگر هر کسی کرده باشه ایره به نام اسلام از آدرس اسلام هم اگر آمده مطرح کرده، این غلط است. به همون خاطر همون نیازهایی که در وجود یک مرد است در وجود یک زن هم هست، و همون نیازهایی که در وجود زن است در وجود مرد هم است. و بیشتر این قضیه برمیگرده به مثال تفاهم بین زن و شوهر، یا به تعبیری دیگر بیشتر برمیگرده به قضیه فیصله بین خودشان صورت میگیره. هر لحظه‌ای که ضرورت دارن، نیاز دارن، تعامل دارن، با هم دیگر به اصطلاح وظیفه خود انجام میدن. پیش از اینکه از خانم رضایی از نظر علم و طبابت در این مورد بیشتر بپرسیم، من یک تجربه‌ای که دارم بوده خدمت شما عرض بکنم آقای قاضی‌زاده، که ما هر از گاهی ویدیوهای از خطبه‌های نماز جمعه در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که امامان مساجد به مردها میگن که زنان شما حتی اگر در سر تناوچن باشند باید به شما تمکین بکنن، در غیر آن صورت مستحق نفقه نمیشن و شما میتونید زن دوم بگیرید و یا هم حتی زنتان را طلاق بدین. عالمان دین بر چه اساس این حرفا را میزنن به مرد؟ بسیار نکته خوب را اشاره کردین. برای من اجازه بدین که من میره توضیح بدم براتون. ببینید، ما بارها از طریق رسانه ها، میدیا، برنامه ما گفتیم که یکی بحث دین است، یکی اسلام است، یکی عملکرد مسلمان ها است. ما نمیتوانیم عمل کرده یک فرد رو بیاریم به اصطلاح دلیل بگیریم به او را به بدنامی اسلام استفاده کنیم علیه عزو بالله. یک دکتر هم اشتباه میکنه به این معنی نیست که یعنی تمام دکترها و طبیبای ما همه کارشان غلط است. یک انجینر یک تعمیری به اصطلاح بی‌نقشه میسازه یا بی‌کیفیت و بی‌خاصیت میسازه، یک سرک یک پلچک بی‌خاصیت رو میسازه فردا و ایران میشه. این به این معنی نیست که تمام کار مهندسان ما، انجینران ما اشتباه است، اینا مردم بد هستن. در بین اهل دین هم ما داریم، در بین خطبای ما، در بین کسایی که تظاهر به لباسی علم میکنن یا از ادرس دین میان حرف میزنن، متاسفانه بعضیا غلو میکنن یا حرفای بی اساس و به اصطلاح خرافات میان به نام دین مطرح میکنن. ما ببینیم حرفی هر کسی اگر در توافق به متون دینی بود بپذیریم، نبود نپذیریم. ما الان میام از لحاظ قرآن برتون، یعنی از لحاظ قرآن امیر نکته رو عرض میکنم. اجازه بدین سر اصل موضوع میام. ضد تمکین چیست؟ نشوزت است. مخالف تمکین یعنی مقابل تمکین قضیه نشوزت است. آنچه که قرآن به او اشاره کرده، من میخوام همین نکته رو وضاحت بدم در اینجا در بحث شما، چون بحث رادیو بی بی سی است و طبعا مردم شاید بیشتر میشنون و میبینن. نکته اینجاست، الله تبارک و تعالی وقتی در قرآن قضیه رو مطرح میکنه میگه اگر زنها اطاعت نکردن، نشوزت کردن، سرکشی کردن، چیکار باید بکنین؟ من مطمئن هستم همین لحظه در ذهن شما همین قضیه خطور میکنه که اسلام گفته باید بزنید دوره. من میام سر این نکته. واللات تخافون نشوزهن فعيزهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أتانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اگر زنها تمکین نکردن، نشوزت کردن، اطاعت نکردن، آیا به محض اطاعت نکردن، تمکین نکردن از نفقه محروم میشه؟ دستش از زندگی شسته میشه؟ هرگز چنین برداشت کاملا غلط و بی اساس است از لحاظ دینی. بلکه قرآن چی میگه؟ اگر نشوزت کردن اونها را نصیحت کنید در مرحله اول. مرحله نصیحت حداقل بعض علما میگن تقریبا تا 3 ماه 4 ماه انسان بعد تحمل داشته باشه بسیار به خوبی. نصیحت چیست؟ نصیحت همون است که انسان در نصیحت خشونت نیست، در نصیحت توهین و تحقیر نیست، در نصیحت بسیار دوستانه است. و بعد اگر در این نصیحت نشد، قرآن چی میگه؟ مرحله دوم، شما خوابگاهتان از همسرانتان جدا کنید. یعنی وقتی که شما دو نفر تنها میشوید، هر کدامتان فکر میکنید به اشتباه خود پی میبرید، هر کدام ملامت بودید از یک دیگر معذرت میخواهید. این پیشنهاد قرآن است، نه پیشنهاد کدام خطیب و ملا و منبر و مسجد. اگر با اینم قضیه حل نشد، مرحله سوم وضربوهن. اینجا ضرب به معنای زدن نیست. من به صراحت اعلان میکنم از طریق شما، از طریق بسیار دیگر، بارها اعلان کردیم که ضرب در قرآن به معناهای متعدد آمده. ای که برداشت غلط از نصوص دینی میکنن، خب تقصیر فرد است. ضرب اینجا به معنای زدن نیست. من از خود قرآن ثابت میکنم که ضرب به معنای زدن نیست که کسی همسرش لت و کوب بکنه. اول، اگر ضرب به معنای زدن میبود، از همه ما کرده پیامبر به قرآن داناتر و عاملتر بود. یک نمونه را کسی ثابت بکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک همسرش لت و کوب کرده باشه؟ این یک نکته. اجازه بدید. دو، خلاصه میکنم. دو، اگر ضرب به معنای زدن می بود، پیامبر برای بشریت الگو هست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. سوم، ضرب در قرآن به معناهای متعدد آمده. به معنای ابتعاد، به معنای دور شدن است در اینجا.
یعنی اگر خوابگاهتان از همسرتان جدا کردید، اتاق خوابتان نشد، ترک کنید خانه را، بروید برای مدتی سفر، بروید تا به اشتباهات هم دیگر پی ببرید، جدا شوید از هم دیگر برای مدتی. اگر اینم کار نداد، بعدش قرآن چی میگه؟ میگه یک حکمی قرار بدهید، از دو طرف از هم دیگر به خوبی جدا شوید. راهش طلاق است، یا به خوبی با هم زندگی کنید یا به خوبی از هم جدا شوید. پیشنهاد دین این است. بنابراین به همون خاطر اسلام رای قضیه به اصطلاح تحت عنوان سیاقهای مختلف رای مختلف گذاشته، به نام فسخ است، به نام خلع است، به نام طلاق است، که اگر زن و شوهری با هم ازدواج کردن، به تفاهم نرسیدن، به اصطلاح دیدن که احتمال زندگی با هم دیگر نیست، بنابراین رایش هم است که هم جدا شوند. من شما میخواییم بپرسم آقای قاضی زاده که زنان در کدام مورد از تمکین خاص معافیت دارن؟ تشکر، سوال بسیار خوبی است. ببینید، اولا این بحث روابط زن و شوهری برمیگرده بین خود زن و شوهر به شکل صورت دوستانه و به اصطلاح تعبیر دیگر بگویم عاشقانه. باید هم دیگرشان درک داشته باشن، درک بکنن، چون این روابط روابط دو طرفه است، روابط قضیه یک طرفه نیست. یک نکته. و دوم، اسلام در بحث ازدواج یا نکاح به همین خاطر پافشاری کرده، تاکید کرده که باید به اصطلاح از ابتدای شروع رابطه همدیگر ببینن، به اصطلاح به همدیگر علاقه مندی داشته باشن، رضایت داشته باشن، به اصطلاح انتخاب همدیگر باشن. و نکته سومی که تنها در بحث تمکین خاص قضیه به اصطلاح همجنسی جماع یا همبستری مطرح نیست، بلکه در ازدواج قضایایی مثل تسکین، آرامش روحی، فکری، روانی قضایا هم مطرح است. بنابراین زن هم باید شوهرش درک بکنه، اگر در صورتی که میفهمه که شوهرش بیشتر در بیرون در مرز خطر است، به خاطری حفظ عفت شوهرش باید تن بده به شوهرش. به عین قضیه مردم به همسرش، به خانمش باید همین درک داشته باشه که آیا همین خانم آماده می قضیه هست نیست. به اصطلاح به تعبیر جناب دکتر صاحب که بیشتر فرمودن، نکته بسیار زیبایی اشاره کردن، یک زنی که 10 تا اولاد از صبح تا به شام اداره میکنه، اگر شوهر توقعش این باشه که به تمام خواستهایش برسه، این ممکن نیست. به همون خاطر ما در روایت داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که زن نمیتونه به تمام خواستهای شما اونطوری که شما میخواهید برسه، خود را آراسته کنه، غیر ممکنه. باید هر دو طرف درک داشته باشه. ولی تاکید شده در آموزهای دینی که تا جایی که ممکن است باید به خواسته جنسی هم دیگر برسن، به خاطر اینکه خدای ناکرده و عدم در نظر گرفتن این خواسته از یکی از طرفین منجر به خیانت نشوه، منجر به بی‌عزتی و بی‌عفتی نشوه. و امروز شما بسیار از مشکلاتی که می‌بینیم، خیانتایی که صورت می‌گیره، متأسفانه بسیار از نمی بی‌تفاوتی ها در برابر همین قضیه است. و مطمئن هستم اگر مرد واقعا همسرش به تمام معنا به او رسیدگی بکنه، یا زنی اگر شوهرش به تمام معنا به او رسیدگی بکنه، برش محبت بده به معنای واقعی و از ابتدا هم دیگر انتخاب کرده باشن، در ازدواجشان ظلم و اجبار و به اصطلاح تحمیلی نبوده باشه، من مطمئن هستم اینا به هم دیگر خیانت نمیکنن. ولی متاسفانه یک جای کار میلنگه، مشکلات زیاد وجود داره در عرصه و نمیشه در چند دقیقه به اصطلاح بیان بکنیم. بنان ما توصیه ما یا خواستم از عزیزان ما است که هم دیگرشان درک بکنن. اگر این درک باشه در زندگی، مطمئن هستم این مشکلات حل میشه به مرور زمان. خب بازم پیشتر شما گفتین در صورتی که اگر نوشوزد کنن باید مرد خوابگاه خود جدا بکنه، خانه رو ترک بکنه و حتی ممکن است و حتی میتونه همسر خود طلاق بده، درست؟ چرا؟ به خاطر چی؟ اسلام نگفته که مثلا به هر چیزی تحمیل است. حتی همسران پیامبر هم مجبور نبودن به خانه پیامبر به صورت تحمیلی بمانند. به خاطر آیت سریع قرآن است که الله تبارک و تعالی برای پیامبر میگه به همسرانت بگو اگر میخواهید با ما باشیم، ما زندگی ما همی است، امکاناتم همی است، اگر نمیخواهید رایتان آزاد است. به همون خاطر اسلام میگه که به اصطلاح به خاطر حل خشونت های خانوادگی، نفهمیدم، به خاطر حل خشونت های خانوادگی اسلام گفته به جای علت و کوب و شکنجه و به اصطلاح ظلم، رای منطقیش همیست، به خاطری که تا دو طرف اشتباه خود درک بکنن، به همین نزا برداشته بشه از بین خانواده، به همین قضیه برچیده بشه. و چون قضیه دو طرف است، عقد است. اشتباه نگاه میکنین آقای قاضی زاده که مثلا اگر یک خانم به دلایلی که عواملی که خانم رضایی گفتن ممکن است نتونن که تمکین خاص به جا بیارن، ما در همونجا گفتم به نظر به فرموده جناب دکتر سید، در این صورت باید مرد یا شوهر خوابگاه خود جدا بکنه، باید یعنی خانه رو ترک بکنه اگر خانمش خسته است، اگر خانمش 10 تا اولاد داره و فقط میخواد شب آرام بخوابه و یا اینکه توان جسمی و بدنی و فیزیکی رو نداره که مثلا به خواست جنسی شوهرش پاسخ بده. ببینید خواهر عزیز، من اشاره کردم، من چند تا نکته گفتم در اینجا.
شما اجازه بدین. اولا همیشه نشوزت های خانواده تنها فقط سر قضیه همبستری نیست، اینو باید تفکیک بکنیم. تمام نشوزت ها و جنجال ها و اختلافات فامیلیا فقط سر قضیه همبستری نیست که ما ایره کلش مرتبط به قضیه بسازیم. ما به همه خاطر گفتم که اسلام نمی رای حل گذاشته، این یک مسئله. دوم گفتم که بحث درک است، باید هر دو طرف همی درک داشته باشن تا به معنای واقعی هم دیگرشان درک بکنن. سوم اگر واقعا خانم به تعبیر فرموده جناب دکتر صاحب کدام مشکلی نداره، به اصطلاح کدام ضرورتی نیست که به اصطلاح ایبا ببرزه، در این صورت اگر ایبا میبرزه خب طبعا شوهر مستحق است، چون عقد دو طرف است. شما در پیمان عقد نکاح دو طرف قضیه مسئولیت دارین، یک سلسله مسئولیت های خانم داره، یک سلسله مسئولیت های مرد خانواده داره. وقتی اگر مردی در خانواده کوتاهی میکنه عین قضیه، اسلام برش به اصطلاح اجازه نمیده مثل که برای زن اجازه نمیده، و این قضیه زن هم حق داره که مسئولیتاش در برابر شوهرش باید ادا بکنه، کوتاهی نکنه تا جایی که ممکن است. خب شوهر در صورتی که متوجه میشه که خانم دچار این مشکلات هست چه کار باید بکنه؟ توصیه شما چی است به این مردها؟ بعضی مشکلات موقته، زود حل میشه. اگر مشکلات موقته، نه تنها توصیه می بلکه عقل و منطق هم همیره میگه که انسان بعد حوصله بکنه، بعد می درک داشته باشه یک همسری که به اصطلاح برش خانهش نگاه میکنه، عزتش نگاه میکنه، آبرویش، مالش محافظت میکنه، اولادش تربیت میکنه، خب بعد به او انتظار بکشی، زحمت بکشی، زمینه به اصطلاح تداویش هم مساعد بکنی تا صحتمند بشه. و اگر در صورتی که واقعا خانم ضعیف است که نمیتونه قطعا به قدرت به نیازهای جنسی شوهرش رسیدگی بکنه، خب در اینجا است که اسلام به اصطلاح تعدد زوجات مباح گردانده، برای شوهرش اجازه داده که میتونه همسر دیگری انتخاب بکنه، چرا این غریزه وجودی انسان است و نیاز به دفع داره. و شما اگر این از راه مشروع دفع کنید، هر انسان عاقل میگه به مراتب بهتر از است که از راه نامشروع دفع بشه. آقای قاضی زاده، به عنوان سوال آخر و بسیار کوتاه میخوام جواب بدین که آیا ترویج چنین باورها و دادن چنین حق بی حد و حصر به مردان سبب نقص حقوق انسانی زنان نمیشه که اگر مثلا زنان دچار مشکل است مردان بخواین برن یک جانبه تصمیم بگیرن همسر دوم بگیرن، همسر خود طلاق بدن بدون از اینکه با او همسر خود که مادر فرزندانش است تا ابد بهش بمانن، چون در وقتی که عقد نکاح میکنن اینا به یکدیگر وعده میدن که تا آخر با هم بمانن؟ نظر شما در این مورد چیست؟ ببینید خواهر عزیز و گرامی، من معتقدم اگر ازدواج واقعا اونطوری که قرآن میگه صورت بگیره، هیچ وقتی مشکلات پدید نمیایه. اسلام میگه وقتی که ازدواج باید درش محبت باشه، سکونت باشه، آرامش باشه، انتخاب جانبین باشه، رضایت جانبین، دیدن جانبین باشه. من امروز صدها مرد، نه تنها صدها، هزارها مرد میشناسم که هم قدرت جسمیش، هم قدرت مالیش، هم قدرت، هیچ مشکلی وجود نداره برش، ولیکن او با همسرش وفادار در کنارش با او زندگی میکن. چرا؟ چون ازدواجشان به اساس خوشی و رضایت جانبین صورت گرفته. بیشتر این مشکلات زمان پدید میایه که ازدواج ها تحمیلی هست، اجباری هست، مصلحتی هست، در وطن ما و شما بد دادن است، رسم و رواج های غلط است، عرف های ناپسند است. قضیه ازدواج یک قضیه بحث مهر و محبت و دوست داشتن و صداقت و عشق ورزیدن است، نه کدام میدان بسکشی که بگیم یکی خود یکی دیگر روز دعوا و کش داشته باشه. من فکر میکنم قانع کننده ترین دلیل اسلامی همین بحث قضیه طلاق است. اسلام میگه ازدواج کنید اگر با هم جور آمدین، خوش زندگی کردین، خوب، اگر نکردین خلاص از هم جدا میشین. من در یکی از برنامه‌های دیگه هم گفتم، در اینجی به ظرف یک دقیقه برای من اجازه دیم که امیر من برتون مطرح کنم، والله در تمام قرآن چیزی به اسم خشونت پیدا نمی‌کنید در نظام خانواده و ازدواج. از شروع ازدواج قرآن میگه که وقت خواستگاری میکنید مهرش با معروف بپردازید، یعنی بسیار به خوبی، آتوهن اجورهن بالمعروف. بعد از میگه در زمان عروسی کردید با او به خوبی زندگی کنید، عاشروهن بالمعروف. بعد میگه به او نفقه به خوبی بپردازید، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اینا آیات قرآن است همش. بعدش قرآن چی میگه؟ میگه با هم به خوبی زندگی کنید، فامساکم بمعروف او تسریحهم باحسان، یا به خوبی با هم زندگی کنید یا به خوبی از هم جدا شوید. حتی بعد از طلاق، بعد از جدا شدن قرآن چی میگه؟ وللمطلقات متاع بالمعروف، برای زن مطلقه یعنی که از شوهرش طلاق گرفته یک هدیه است از طرف شوهرش با طریقه معروف. ولی مشکل ما اینجاست که متاسفانه و تعبیر و فرموده بسیار از افراد، نه ما مرد دین شدیم نه دنیا، نه دین درست فهمیدیم
نه در وطن ما به اصطلاح دنیای ما به شکل درست جور شد. خب مشکل اینجاست که میبینیم هر روز به اصطلاح خشونت های خانوادگی، جنجال های خانوادگی، همین حالا ده ها پیام روزانه برای ما میاد که طرف زنش به اصطلاح میگه نه ببرید نفقه میدم نه طلاقت میدم. خب این به دین ارتباطی نداره این قضیه. قضیه نظر به عرف است، نظر به برداشت غلطی جامعه است و قسمتی فرموده شما هم درست است. نباید چنین انگیزه هایی برای مردم در جامعه تزریق بشه، نباید چنین برداشت های غلطی برای به اصطلاح یک جامعه ای که امروز حتی با طلب علم او ملاحظه داره، نباید چنین قضایی برای مردم تزریق بشه و گفته بشه. درست است، خیلی زیاد تشکر، زنده و سلامت باشین. گزشی موضوع خیلی زیاد است و خیلی هم من تلاش کردم که دیگه ضبط نمی کنم، فقط براتون باید بگویم که این موضوع موضوعی است که آدم نمیتونه بسیار براحتی در موردش صحبت بکنه، ولی خیلی ممنون که شما خیلی بحث باز کردین و عالی صحبت کردین، چیزای خیلی خوب گفته شد، ولی متاسفانه مجبور هستم که خیلی کوتاهش بکنم چون فرصت ما خیلی اندک است و بسیار زیاد تشکر که وقت گذاشتید. سلامت باشین. از شما هم تشکر، از دعوتتون در برنامه، از دکتر سیب عزیزم که اشتراک کردن تشکر میکنم. بخیر و سلامت. خیلی ممنون. سلامت باشین. تشکر از شما باز خانم رضایی. روز شما خوش. سلامت باشین. زنده باشین. جان سلامت. خدا حافظ. خدا نگهدار.